راه شب. شازده کوچولو. آنتوان دو سنت اگزوپری این کتاب را در سال 1943 در آمریکا نوشته و همانجا منتشر کرده بود. در آن زمان بحبوحه جنگ جهانی دوم، کشور فرانسه تحت تسلط آلمان بود و فرانسویان از تنگی آذوقه و سوخت رنج می‌کشیدند. وقتی که 6 سالم بود یک روز در کتابی به اسم داستان‌های واقعی که درباره جنگل‌های کهن بود تصویر زیبایی دیدم، تصویر یک مار بوا که داشت حیوانی را می‌بلعید. در کتاب نوشته بود مارهای بوا شکار خود را بی آنکه بجوند درسته می‌بلعند، بعد دیگر نمی توانند تکان بخورند و مدت 6 ماه که حزب آن طول می کشد به خواب می روند. آن وقت من درباره حوادث جنگل خیلی فکر کردم و بعد توانستم با یک مداد رنگی اولین تر هم را بکشم. شاهکارم را به آدم بزرگان نشان دادم و پرسیدم از این تصویر می ترسید؟ آنها گفتند مگر کلاه ترس دارد؟ طرح من که تصویر کلاه نبود، تصویر مار بوا، تصویر یک مار بوا بود که داشت فیل هضم می کرد. آن وقت من اندرون مار بوا را کشیدم تا آدم بزرگها بتوانند بفهمند. آخر به آنها همیشه باید توضیح داد تا بفهمند. آدم بزرگها نصیحتم کردند که از کشیدن مارهای باز و بسته دست بردارم و به جغرافی، تاریخ، حساب و دستور زبان فارسی دل بدهم. اینجور شد که من در 6 سالگی شغل شریف نقاشی را کنار گذاشتم. از اینکه طرح شماره 1 و 2
در بین بزرگسالان نگرفته بود دلسرد شده بودم. آدم بزرگها هیچ وقت خودشان تنهایی چیزی نمیفهمند و کوچکترها هم خسته میشوند. کوچکترها خسته میشوند که هی برای آنها توضیح بدهند. پس ناچار شدم که دنبال یک شغل دیگر بروم و هواپیما رانی یاد گرفتم. قدری به این ور آنور دنیا پرواز کردم و راستی که جغرافیا خیلی به دردم خورد. با یک نگاه می توانستم چین و آریزونا و تمام جغرافیا را تشخیص بدهم و این در شب اگر راه را گم کرده باشم خیلی به دردم می خورد. از این راه بود که بارها در زندگی با خیلی آدم‌های جدی برخورد کردم. من پیش آدم بزرگ‌ها زیاد بودم و آنها را از نزدیک خیلی دیدم. ولی نظرم درباره آنها چندان فرقی نکرده است. هر وقت به یکی از آنها برمی‌خورم که به نظرم کمی تیزبین می‌آمد، با طرح شماره 1 که همیشه پیش خودم نگه داشتم امتحانش می‌کردم. میخواستم ببینم که آیا واقعاً چیز فهم هست یا نه. ولی او هم همیشه میگفت این کلاه است. آن وقت دیگر با او نه از مارهای بوا حرف میزدم و نه از جنگلهای کهن و نه از ستاره ها، بلکه خودم را همسد او میکردم و از بازی گلف و سیاست و کراوات میگفتم. و آن آدم بزرگ از اینکه با مرد معقولی مثل من آشنا شده بود خوشحال می شد. من همینجور تک و تنها و بدون همزبانی که با او بتوانم حقیقتاً حرف بزنم زندگی کردم تا 6 سال پیش که هواپیمایم خراب شد و ناچار در صحرای کبیر آفریقا به زمین نشستم. چیزی در موتور هواپیما شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همراهم بود و نه مسافری داشتم، خودم را آماده کردم تا دست تنها تعمیر دشواری انجام بدهم. مسئله مرگ و زندگی بود. آب و آشامیدنی فقط به اندازه 1 هفته داشتم، آن هم به زور. باری شب اول در فاصله 1000 مایلی هر آب و آبادی روی ماسه ها خوابیدم، بی پناهتر از غریبی بر روی تخت پارهی در میان اقیانوس. پس شگفتی مرا در میابید که هنگام طلوع آفتاب با شنیدن صدای نازک عجیبی از خواب پریدم. صدا میگفت بی زحمت یک گوسفند برای من بکش. چی؟ یک گوسفند برای من بکش. چنان از جا جستم که گویی صاعقه بر من فرود آمده باشد. چشمهایم را مالیدم و خوب نگاه کردم و یک آدم کوچولوی عجیب و غریب دیدم که با وقار تماشایم میکرد. این بهترین تصویری است که مدتی بعد توانستم از او بکشم. ولی آنچه من کشیدم مسلماً در زیبایی به پای او نمی رسد. تقصیری هم ندارم. آدم بزرگها ذوق نقاشی مرا در 6 سالگی کور کرده بودند و من جز مارهای باز و بسته چیز دیگری یاد نگرفته بودم که بکشم. با چشمهای دریده از حیرت به این صورت خیالی نگاه می کردم. یادتان باشد که من 1000 مایل از هر آب و آبادی به دور بودم، ولی آن آدم کوچولو به نظر من نگم گشته می نمود
و نه بیتاب از خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس. اصلا ظاهرش به بچه‌ای نمی برد که در میان بیابان در فاصله هزار مایلی هر آب و آبادی سرگردان شده باشد. همین که سرانجام توانستم حرف بزنم به او گفتم: ولی تو اینجا چه میکنی؟ و او انگار که مطلب بسیار مهمی میگوید خیلی آرام تکرار کرد: بی زحمت یک گوسفند برای من بکش. در برابر معمای هیبت آور کس جرأت نافرمانی ندارد، هرچند که این کار در هزار مایلی هر آب و آبادی و به هنگام خطر مرگ به نظرم لغو و بی‌معنی می آمد. یک برگ کاغذ و یک خودنویس از جیبم در آوردم، ولی همان دم به یادم آمد که من اصلا جغرافی و تاریخ و حساب و دستور زبان خواندم و به آن آدم کوچولو با قدری کج خلقی گفتم که نقاشی بلد نیستم. او جواب داد: عیب ندارد، یک گوسفند برایم بکش. چون به عمرم نقش گوسفند نکشیده بودم، یکی از همان دو طرح را که از دستم برمی آمد، یعنی تصویر مار بوهای بسته را برایش کشیدم و سخت تعجب کردم از اینکه آدم کوچولو به من گفت: نه نه، من فیل در شکم بوها نمیخوام. مار بوها خیلی خطرناک است و فیل هم خیلی دست و پاگیر است و تن من خیلی کوچک است. من گوسفند لازم دارم، برایم گوسفند بکش. آن وقت من تصویر یک گوسفند را کشیدم. به دقت نگاه کرد و بعد گفت: نه، این مریض احوال است، یکی دیگر بکش. و من یکی دیگر کشیدم. دوستم لبخند شیرینی زد و با لحن خطابخشی گفت: خودت که میبینی این گوسفند نیست، قوچ است، شاخ دارد. ناچار یکی دیگر کشیدم، اما این هم مثل بقیه مردود شد. این هم خیلی پیر است، من یک گوسفند میخوام که خیلی عمر کند. پس در عین بی‌حوصلگی، چون عجله داشتم که زودتر موتور هواپیما را پیاده کنم، این را سرهم کردم و گفتم: این جعبه است، گوسفندی که تو میخواهی توی آن است. با تعجب بسیار دیدم که قیافه داور نوجوانم از هم باز شد. این درست همان است که من میخواستم. تو میگویی این گوسفند خیلی علف میخواهد؟ پرسیدم: چطور مگر؟ گفت: آخر وطن من خیلی کوچک است. حتما برایش کافی است، من یه گوسفند کوچولو بهت دادم. چند لحظه به تصویر ذخیره شده نگاه کرد و گفت: آنقدرها هم کوچولو نیست. عجب، خوابش برده است. و چنین بود که من با شازده کوچولو آشنا شدم.
مدت بسیار گذشت تا پی بردم که او از کجا آمده است. شازده کوچولو سوالهای بسیار از من میکرد، اما خودش انگار سوالهای مرا هیچ نمیشنید. فقط کلماتی که جسته گریخته از دهانش میپرید کم کم همه چیز را برایم روشن کرد. مثلا وقتی که اول بار هواپیمای مرا دید پرسید این دیگر چه چیزی است؟ من به او گفتم این که چیز نیست، این پرواز می کند، هواپیماست، هواپیمای من است. و از این که توانستم به او بگویم که پرواز می کنم به خود بالیدم. آن وقت شازده کوچولو با تعجب گفت چطور؟ تو از آسمان افتاده ای؟ با فروتنی گفتم آره. و او گفت این دیگر خنده دار است. و شازده کوچولو قهقه جانانه ای سر داد که مرا سخت خشمگین کرد. آخر من دلم می خواهد که دیگران بدبختی هایم را جدی بگیرند. بعد دوباره گفت که تو هم از آسمان آمده ای؟ اهل کدام سیاره ای؟ همان دم پرتو روشن کننده ای در معمای حضور او به چشمم خورد و بیدرنگ پرسیدم پس تو از سیاره دیگر آمده ای؟ ولی جوابم را نداد، به هواپیما نگاه می کرد و آرام سر تکان می داد. پیداست که با این نمی شود از راه خیلی دور آمده باشی. مدت درازی به فکر فرو رفت، سپس گوسفندم را از جیب در آورد و غرق در تماشای گنجینه خود شد. لابد خودتان حدس می زنید که من با شنیدن این سخن ناتمام درباره سیاره های دیگر چقدر کنجکاو شده بودم. و وای از این کنجکاوی انسان ها. پس سعی کردم که اطلاع بیشتری به دست بیاورم. آقا کوچولوی من، تو از کجا میای؟ این وطنی که میگویی کجاست؟ گوسفندم رو کجا میخوای ببری؟ لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد جواب داد جعبه‌ای که به من داده‌ای این خوبی را هم دارد که شبها خانه او می شود. البته اگر پسر خوبی باشی یه طناب هم بهت می دم که روزا ببندیش به اضافه یک میخ طویله. شازده کوچولو انگار از این پیشنهاد یه خورده رنجید. ببندمش؟ چه فکر مضحکی. ولی اگر نبندیش راه می افته میره، گم میشه. دوست کوچولوی من دوباره قاه قاه خندید و گفت کجا میخواهی برود؟ هر جا که باشه راهشو میگیره و میره، این نمیسته. اون وقت شازده کوچولو با لحن جدی گفت اشکالی نداره، وطن من اینقدر کوچک است که نگو. و بعد با لحنی که شاید اندکی غمگین بود گفت کسی که راهش را بگیرد و برود زیاد دور نمی رود. چنین بود که توانستم این اطلاع بسیار مهم دیگر را به دست بیاورم که سیاره موتن او اندکی بزرگتر از یک خانه است. این نکته مرا چندان متعجب نکرد. می دانستم که علاوه بر سیاره های درشتی مانند زمین و مشتری و مریخ و زهره که هر کدام نامی دارند، صدها سیاره دیگر نیز هستند که گاهی بس کوچکند، حتی با
دوربین نجومی هم به زور دیده می شوند. هرگاه منجمی یکی از آنها را کشف کند، به جای نام شماره‌ای به آن می دهد. مثلا می گوید خرد سیاره 325. من به دلایل محکم عقیده دارم که شازده کوچولو از سیاره ای آمده بود که آن را خرد سیاره 612 ب می گویند. این خرد سیاره را فقط یک بار در سال 1909 یک منجم ترک با دوربین نجومی دیده بود. همان زمان منجم ترک در مجمع جهانی اخترشناسان شهر کشافی درباره کشف خود داد، ولی چون قبای ترکی به تن داشت کسی سخنش را باور نکرد. آدم بزرگ‌ها اینجورن دیگر. با این همه بخت خرد سیاره 612 ب بلند بود و شهرت آن جهانی شد. سلطان مستبدی در ترکیه افراد ملت را به زور مجازات اعدام وادار به پوشیدن لباس فرنگی کرد. پس منجم ترک لباس بسیار برازنده‌ای پوشید و در سال 1920 کشف خود را دوباره اعلام کرد و این بار همه نظر او را پذیرفتند. اگر درباره خرد سیاره 612 به این چیزها را برایتان نقل کردم و اگر شماره اش را هم گفتم، برای خاطر آدم بزرگ‌ها بود. آخر آدم بزرگ‌ها عدد و رقم دوست ندارند. آخر آدم بزرگ‌ها عدد و رقم دوست دارند. وقتی که با آنها از دوست تازه یافته‌ای حرف می‌زنید، هیچ وقت درباره مطالب اساسی چیزی از شما نمی‌پرسند. هیچ وقت به شما نمی‌گویند آهنگ صدایش چطور است، چه بازی‌هایی دوست دارد، آیا پروانه جمع می‌کند، بلکه می‌گویند چند سالش است، چند تا برادر دارد، وزنش چقدر است، پدرش چقدر درآمد دارد، و فقط آن وقت است که خیال می کنند او را شناختند. اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید من یک خانه قشنگ از آجر گلی رنگ دیدم با گلدان های شمدانی لب پنجره هایش و کبوترهای روی پشت بامش، آنها نمی توانند این خانه را در نظر خود مجسم کنند. باید به آنها بگویید من یک خانه 100,000 فرانکی دیدم، تا آنها با صدای بلند بگویند چه قشنگ. همچنین اگر به آنها بگویید دلیل اینکه شازده کوچولو وجود داشت این است که شیرین بود، دلربا بود، میخندید، گوسفند میخواست، و اگر کسی گوسفند بخواهد خود دلیل وجود داشتن اوست، شانه بالا می اندازند و شما را بچه حساب می کنند. اما اگر بهشان بگویید سیارهی که از آنجا آمده بود خرد سیاره 612 به است، آن وقت قانع می شوند و دیگر چیزی از شما نمی پرسند. آدم بزرگ ها اینجورند دیگر. نباید ازشون دلخور بشوید. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها خیلی گذشت داشته باشند. ولی ما که معنی زندگی را می فهمیم، البته به شماره ها می خندیم. دلم می خواست این داستان را به شیوه قصه های جن و پری شروع کنم. دلم می خواست بگویم یکی بود یکی نبود، یه شازده کوچولو بود که در سیاره‌ای که یه خورده از خودش بزرگتر بود زندگی می کرد و دلش می خواست یه دوست داشته باشه. برای اونهایی که معنی زندگی رو میفهمند، اینجور قصه گفتن خیلی حقیقی تر جلوه میکنه. آخر من خوش ندارم که کتابم را سرسری بخوانند. نمیدانید که من از نقل این خاطرات چقدر احساس غم میکنم. حالا دیگر 6 سال میشود
که دوستم با گوسفندش از اینجا رفته است و اگر من کوشش میکنم که وصف او را بگویم، برای این است که فراموشش نکنم. فراموش کردن دوستان غم‌انگیز است. همه مردم که از نعمت دوست برخوردار نبودند و ممکن است که من هم مثل آدم بزرگ‌ها بشوم که دیگر فقط عدد و رقم را دوست دارند. برای همین بود که رفتم و یک جعبه رنگ و چند تا مداد خریدم. برای آدمی به سن من که در نقاشی کاری نکرده است جز کشیدن مار بوهای بسته و مار بوهای باز، آن هم در 6 سالگی، دیگر سخت است که دست به کار نقاشی بشود. البته سعی خواهم کرد که شکلها را هرچه بیشتر شبیه اصل در بیاورم، اما خیلی هم مطمئن نیستم که موفق بشوم. یکی درست در میاد، یکی درست در نمیاد. قد و بالای او هم قدری ناجور است. یک جا زیادی بلند است، یک جا زیادی کوتاه. در رنگ لباسش هم تردید دارم. پس کجدار و مریض هر جور که بتوانم دست به کار میشوم. در بعضی از جزئیات مهمتر هم دچار لغزش خواهم شد. ولی این را دیگر باید به من ببخشید. دوستم هرگز به من توضیح نمیداد. شاید مرا شبیه خودش گمان میکرد، ولی افسوس که من نمیتوانم گوسفندها را توی جعبه دربسته ببینم. شاید من هم کمی به آدم بزرگها رفته باشم. حتما پیر شدم. اطلاع تازه ای از سیاره شازده کوچولو و عظمت عظمت و مسافرت او به دست می آوردم. اینها همه اندک و اندک و به تصادف در ضمن اندیشه ها و گفتگوهای او بر من آشکار می شد. چنین بود که روز سوم از ماجرای تلخ درخت های باوباب باخبر شدم. این بار هم گوسفند بانی این تصادف بود، زیرا شازده کوچولو که انگار دچار شک شدیدی شده بود ناگهان از من پرسید: راست است که گوسفندها درخچه ها را می‌خورند؟ آره راست است. چه خوب، خوشحال شدم. نفهمیدم چرا اینقدر مهم است که گوسفندها درخچه ها را بخورند، ولی شازده کوچولو دوباره گفت: پس لابد باباب را هم می‌خورند. به شازده کوچولو گوشزد کردم که باباب درخچه نیست، بلکه درختی به بزرگی کلیساست و او اگر یک گله فیل هم با خودش ببرد، این گله حتی از پس یک درخت باباب هم بر نمی‌آید.
تصور گله فیل شازده کوچولو را به خنده انداخت و گفت: لابد باید آنها را روی هم سوار کرد. سپس خردمندانه گوشزد کرد که باوباب پیش از این که بزرگ بشود یه درخت کوچولو است. درست است، ولی تو چرا میخوایی گوسفندهایت باوباب‌های کوچک رو بخورند؟ مثل این که مسئله بدیهی باشد جواب داد: خب دیگه، و من ناچار هوشم را سخت به کار انداختم تا توانستم خودم به تنهایی از این مسئله سر در بیاورم، زیرا در سیاره شازده کوچولو مثل همه سیاره های دیگر هم گیاه خوب می روید و هم گیاه بد. پس هم دانه خوب گیاه خوب آنجا بود و هم دانه بد گیاه بد، اما دانه ها را نمی توان دید. دانه ها در دل خاک خوابیدند تا زمانی که یکی از آنها هوس بیدار شدن بکند. آن وقت قد می کشد و اول با حجب و حیا شاخک لطیف و کوچک و بی‌آزاری را به طرف خورشید می دواند. این اگر شاخک بچه یا گل سرخ باشد می توان گذشت که هر جور دلش می خواهد رشد بکند، ولی اگر شاخک گیاه بدی باشد، همین که شناخته شد باید گیاه را هر چه زودتر از ریشه کند. و اما در سیاره شازده کوچولو دانه های هولاکی پیدا می شد که دانه های باوباب بود. خاک سیاره آلوده به این دانه ها بود و درخت باوباب جوری است که اگر دیر به جنبی دیگر نمی توانی شرش را بکنی، تمام سیاره را می گیرد. باوباب با ریشه هایش سیاره را سوراخ می کند و سیاره اگر خیلی کوچک باشد و باوباب ها اگر خیلی زیاد باشند، سیاره را متلاشی می کنند. مدت ها بعد شازده کوچولو به من گفت: این یک تکلیف انضباطی است. صبحا از نظافت خودت که فارغ شدی، باید به نظافت سیاره برسی و همین که بوته‌های باوباب را از بوته‌های گل سرخ که تا کوچکند بسیار به هم شبیهند تشخیص دادی، باید مرتبا آنها را از ریشه بکنی. این کار خیلی کسل کننده است، ولی دشوار نیست. و یک روز به من سفارش کرد که سعی کنم، بلکه بتوانم تصویر زیبایی بکشم و این مطلب را در ذهن بچه های وطن خود جا بدهم. او می گفت: اگر روزی بخواهند سفر کنند، ممکن است به دردشان بخورد. بعضی وقتا بد نیست که آدم کارش را عقب بیاندازد، ولی اگر پای باوباب در کار باشد، همیشه مصیبت به بار می آید. من سیاره می شناختم که بچه تنبلی آنجا مسکن داشت و از سه تا درخچه غفلت کرده بود. و با توضیحاتی که شازده کوچولو داد، تصویر آن سیاره را کشیدم. من خیلی دوست ندارم که لحن معلم اخلاق به خودم بگیرم، ولی خطر درخت‌های باوباب به قدری ناشناخته است و کسی که در خورد سیاره‌ای گم شود، چنان در معرض آفات است که این یک بار ملاحظه کاریم را کنار می‌گذارم و می‌گویم: بچه ها، درخت های باوباب را یک دستی نگیرید. من زحمت بسیار برای این تصویر کشیدم تا دوستانم را متوجه خطری کنم که از مدت ها پیش مثل خود من از کنارش گذشتند و متوجه نشدند.
درسی که با این تصویر دادم به زحمتی که برایش کشیدم می‌ارزد. شاید شما پیش خودتان بگویید پس چرا در این کتاب تصویرهای دیگری نیست که به ابهت و هیبت تصویر درختای باباب باشد؟ جوابش ساده است. من سعی خودم را کردم ولی موفق نشدم. وقتی تصویر درختای باباب را می کشیدم از فکر ضرورت چاره‌جویی به هیجان آمده بودم. ای شازده کوچک، چنین بود که من اندک اندک به زندگی بیمقدار و اندوه بار تو پی بردم. تو سالها جز شیرینی تماشای غروب آفتاب شادی دیگری نداشته ای. من این نکته تازه را صبح روز چهارم دریافتم که تو گفتی من غروبها رو دوست دارم، بیا بریم غروب آفتاب رو تماشا کنیم. ولی باید منتظر بمانیم. منتظر چی؟ منتظر این که آفتاب غروب کنه. اول بسیار تعجب کردی، بعد از خودت خندت گرفت و به من گفتی همش خیال میکنم که در وطن خودم هستم. خب معلوم است وقتی در ایالات متحده آمریکا ظهر باشد همه میدانند که در فرانسه آفتاب غروب میکند. اگر کسی در ظرف یک دقیقه خودش را به فرانسه برساند میتواند غروب آفتاب را تماشا کند. بدبختانه فرانسه از آمریکا خیلی دور است، ولی در سیاره کوچک تو کافی بود که صندلیت را چند قدم از این سو به آن سو ببری تا هر بار که دلت میخواهد غروب آفتاب را تماشا کنی. من یک روز 44 بار غروب آفتاب را دیدم و کمی بعد باز گفتی آخر وقتی که خیلی غمگین باشی دوست داری که غروب‌های آفتاب را تماشا کنی. پس آن روز که 44 غروب را تماشا کردی خیلی غمگین بودی. ولی شازده کوچولو جواب نداد. روز پنجم باز هم به برکت گوسفند آن راز زندگی شازده کوچولو بر من آشکار شد. مانند نتیجه مسئله‌ای که مدت‌ها آن را در دل اندیشیده باشد ناگهان بی مقدمه از من پرسید گوسفند که درخچه‌ها را بخورد گل‌ها را هم می‌خورد؟ گوسفند هر چی گیر بیاورد می‌خورد، حتی گل‌هایی که خار دارند. پس خار به چه درد می‌خورد؟ من چه می‌دانستم؟ در آن وقت هم مشغول باز کردن یکی از پیچ‌های بسیار محکم موتور هواپیمایم بودم و سخت نگران بودم، زیرا کم کم در می‌یافتم که خرابی هواپیما بسیار جدی است و آب آشامیدنی که رو به پایان بود از وضع وخیم‌تر خبر می‌داد. خار به چه درد می‌خورد؟ شازده کوچولو هر بار که چیزی میپرسید تا جواب نمیشنید دست بر نمیداشت. من از آن پیچ موتور سخت کلافه بودم و همین جور سرسری جواب دادم. خار به هیچ دردی نمیخوره. فقط نشانه موزیگری گل هاست. ولی شازده کوچولو پس از لحظه ای سکوت با بغض خاصی پرخاش کنان گفت حرفت را باور نمی کنم. گل ها ضعیفند، ساده‌اند. هر طور که بتوانند به خودشان قوت قلب می‌دهند. خیال می‌کنند که با خارهایشان می‌توانند دیگران را بترسانند. هیچ جواب ندادم. در آن لحظه با خود می‌گفتم اگر این پیچ باز هم سرسختی کند به ضرب چکش خوردش می‌کنم. شازده کوچولو دوباره افکارم را به هم ریخت. و تو خیال می‌کنی که گل‌ها؟ نه نه، من هیچ خیالی نمی‌کنم.
همینطور یه چیزی پروندم. من دارم کارهای جدی خودم رو انجام میدم. حیرت زده نگاهم کرد. کارهای جدی؟ مرا میدید که چکش به دست و با انگشت‌های سیاه شده از روغن بر روی چیزی که به نظر او بسیار زشت میآمد خم شدم. تو هم مثل آدم بزرگ ها حرف میزنی. کمی شرمگین شدم، ولی او بیرحمانه ادامه داد: تو همه چیز را عوضی میگیری، همه چیز را با هم قاطی میکنی. به راستی که سخت خشمگین شده بودم. موهای طلایی خود را در برابر باد تکان میداد. من سیاره سراغ دارم که یک آقای سرخ رو در اون است. او هرگز گلی بو نکرده است، هرگز ستارهی تماشا نکرده است، هرگز کسی را دوست نداشته است، هرگز جز جمع زدن عددها کار دیگری نکرده است و تمام روزها مثل تو تکرار می کند. من آدم جدی هستم، من آدم جدی هستم. و باد به قبقب می اندازد و به خودش می بالد، ولی او آدم نیست، قارچ است. چی است؟ قارچ است. اکنون رنگ شازده کوچولو از خش پریده بود. میلیون ها سال است که گل ها خار می سازند، میلیون ها سال است که باز هم گوسفندها گل ها را می خورند. این که آدم بخواهد بفهمد چرا گل ها اینقدر به خودشان زحمت می دهند تا خارهایی بسازن که هرگز به هیچ دردی نمیخورد، آیا این جدی نیست؟ آیا جنگ میان گوسفندها و گلها هم مهم نیست؟ آیا این جدیتر و مهمتر از جمع زدن یک آقای گنده سرخ رو نیست؟ و اگر من گل بی همتایی در جهان بشناسم که جز در سیاره من در هیچ جای دیگر یافت نشود، و آن وقت یک گوسفند کوچک بتواند یک روز صبح آن را یک لقمه خود بکند که می کند، لابد این هم مهم نیست. او سرخ شد و به سخن ادامه داد: اگر کسی گلی را دوست بدارد که در میلیون ها میلیون ستاره یکتا باشد، همین کافی تا هر وقت به ستاره ها نگاه می کند خوشبخت باشد. نگاه می کند و با خود می گوید گل من آنجا در یکی از این ستاره هاست، ولی اگر گوسفند گل را بخورد، مثل این است که یک بار همه ستاره ها خاموش شوند، و لابد این هم مهم نیست. بیش از این نتوانست بگوید. ناگهان بغضش ترکید و به گریه افتاد. شب شده بود. من ابزارها را به کناری انداخته بودم. دیگر چکش و پیچ و مهره و تشنگی و مرگ برایم هیچ اهمیت نداشت. در یک سیاره، سیاره وطن من زمین، شاهزاده کوچکی بود که نیازمند تسلا بود. او را در بغل گرفتم و تاب دادم و گفتم: گلی که تو دوستش داری در خطر نیست. من الان یه پوزه‌بند برای گوسفندت میکشم، من یک ذره برات گل میکشم. من دیگر نمیدانستم چه میگویم. حس میکردم که خام و ناتوانم. نمیدانستم چگونه به او برسم، کجا به او بپیوندم. چه رازآمیز است عالم عشق. خیلی زود توانستم آن گل را بهتر بشناسم. در سیاره شازده کوچولو همیشه گل‌های بسیار ساده‌ای بودند، فقط با یک ردیف گلبرگ که نه جای چندانی می‌گرفتند و نه مزاحم کسی می‌شدند.
صبح یک روز در میان علف‌ها پدید می آمدند و شب همان روز می پژمردند. ولی این گل یک روز از دانه‌ای که معلوم نبود از کجا آمده است جوان زده بود و شازده کوچولو از نهالی که به هیچ نهال دیگر شباهت نداشت با دلسوزی مراقبت کرده بود. بعید نبود که آن نوع تازه‌ای از باوباب باشد. اما نهال زود از رشد باز مانده و دست به کار برآوردن گل شده بود. شازده کوچولو که شاهد رویدن قنچه درشتی بود حس می کرد که چیز معجزه آسایی از آن بیرون خواهد آمد. ولی گل در پناه آشیانه سبزش در کار خودآرایی بود. رنگهایش را با دقت انتخاب می کرد. آهسته آهسته لباس می پوشید و گلبرگهایش را یک به یک سامان می داد. نمی خواست مانند گل شقایق با جامه پرچین و شکن بیرون آید. می خواست با تمامی جلوه جمالش تجلی کند. آری، او اشوه‌گری تمام عیار بود. آرایش مرموزش روزها و روزها ادامه داشت تا سرانجام یک روز صبح درست هنگام سرزدن آفتاب از پرده به در آمد و پس از آن همه کار و کوشش خمیازه ای کشید و گفت: آه، من تازه بیدار شدم. از شما عذر میخوام، موهایم را هنوز شانه نکردم. شازده کوچولو دیگر نتوانست شگفتی و شیفتگی خود را پنهان بدارد و گفت: شما چه زیبایید. گل به نرمی پاسخ داد: بله که هستم، من و خورشید با هم در آمده ایم. شازده کوچولو پی برد که او خیلی هم فروتن نیست، اما چه شورانگیز بود. لحظه گذشت و گل گفت: گمانم وقت صبحانه است. لطفاً می شود فکری هم برای من بکنید. و شازده کوچولو شرم زده یک آب پاش آب خنک آورده و در پای گل ریخته بود. چنین بود که گل با خودپسندی آمیخته به زود رنجی خیلی زود مایه آزار شازده کوچولو شده بود. مثلا یک روز سخن از 4 تا خار خود به میان آورده و به شازده کوچولو گفته بود: حالا ببرها با آن چنگالهایشان بیایند ببینند. شازده کوچولو اعتراض کرده بود که در سیاره من ببر کجا بود؟ تازه ببرها که علف نمیخورند. گل به نرمی پاسخ داده بود: من که علف نیستم. ببخشید، عذر میخوام. من اصلا از ببرها نمیترسم، ولی از باد وحشت میکنم. شما تخجیر ندارید؟ و شازده کوچولو با خود گفته بود: وحشت از باد؟ بعید است که گیاه از باد بترسد. این گل موجود عجیبی است. شبها مرا زیر حباب شیشه‌ای بگذارید. در ولایت شما هوا خیلی سرد است. وضع اینجا هیچ روبرا نیست. آنجا که من بودم، ولی حرفش را خورده بود. او به شکل دانه به اینجا آمده بود. از دنیاهای دیگر نمیتوانست خبر داشته باشد. شرمسار از اینکه در لحظه به هم بافتن دروغی چنین بچگانه مشتش باز شده است. دو سه بار سرفه کرده بود تا شازده کوچولو را مقصر جلوه دهد. پس آن تخجیر میخواستم بروم بیاورم، ولی شما داشتید با من حرف میزدید. آن وقت گل محکمتر سرفه کرده بود تا به هر حال او را دوچار پشیمانی کند. باری شازده کوچولو با وجود عشق صمیمانه‌اش خیلی زود در صداقت آن گل شک کرده بود. سخنهای بی اهمیت او را جدی گرفته بود و احساس بدبختی می کرد. یک روز با من درد دل کرد و گفت: نمی بایست به حرفایش گوش داده باشم. هیچ وقت نباید به حرف گلها گوش داد. آنها را باید تماشا کرد و بویید. گل من
سیارم را معطر می کرد، ولی من نمی دانستم چگونه از آن لذت ببرم. آن قضیه چنگال ببر که لجم را در آورده بود حقا بایستی مرا به رقت آورده باشد. یک بار دیگر باز هم با من درد دل کرد. من آن زمان نتوانسته بودم چیزی بفهمم. حق این بود که کردارش را بسنجم، نه اینکه گفتارش را. او مرا معطر می کرد، وجودم را روشن می کرد. کار درستی نبود که فرار کردم. حق این بود که پشت نیرنگ های کوچیکش پی به محبتش ببرم. گلها پر از تناقضند، ولی من بسیار جوان بودم و هنوز نمی دانستم که چگونه باید او را دوست داشته باشم. گمان می کنم که شازده کوچولو برای گریختن از آنجا از مهاجرت دسته‌ای پرندگان صحرایی استفاده کرد. صبح روز حرکت سیارهش را خوب مرتب کرد، تنوره آتش فشانهای روشن را به دقت پاکیزه کرد، دو آتش فشان شعله برداشت که صبحانهش را به آسانی با آنها گرم می کرد، یک آتش فشان خاموش هم داشت، ولی به قول خودش آدم از کجا بداند که همیشه اینجور می ماند. پس تنوره آتش فشان خاموش را هم پاکیزه کرد. آتش فشان ها اگر خوب پاک بشوند آرام و مرتب می سوزند و گور نمی گیرند. شعله آتش فشان ها هم مثل شعله آتش در بخاری هاست. البته ما در کره زمین بسیار کوچکتر از آنیم که بتوانیم آتش فشان های من را پاک کنیم. برای همین است که این همه دردسر برای من درست می کنند. شازده کوچولو با دلی گرفته آخرین نهال‌های باباب را نیز از ریشه کند. گمان می‌کرد که دیگر هرگز به آنجا بر نمی‌گردد. اما همه این کارهای یک نواخت روزمره در آن روز برایش لطف دیگری داشت. و هنگامی که آخرین بار گل را آب داد و خواست تا حباب شیشه‌ای را روی آن بگذارد، حس کرد که دارد به گریه می‌افتد. رو به گل کرد و گفت: خدا حافظ، خدا حافظ. ولی گل جواب نداد. کوچولو دوباره گفت: خدا حافظ. گل سرفه کرد، ولی این سرفه از زکام نبود. سرانجام به زبان آمد و گفت: من احمق بودم، از تو عذر میخوام، امیدوارم که خوشبخت بشی. شازده کوچولو از اینکه ملامتی از گل نشنیده تعجب کرد، حیرت زده و حباب به دست ایستاده بود و از این مهربانی سر در نمی آورد. گل گفت: آره، من دوستت دارم. تو هیچ وقت این رو نفهمیدی، تقصیر خود من بود. حالا دیگه اهمیتی نداره، ولی تو هم مثل من احمق بودی. امیدوارم که خوشبخت بشی. این حباب را بگذار کنار، دیگر آن را هم نمیخواهم. ولی آخر باد، من آنقدرها هم زکام نیستم. هوای خنک شب سر حالم میاره، آخه من گلم. ولی حیوونا، من باید جور دو سه تا کرم و حشره را بکشم تا بتوانم با پروانه ها آشنا بشم که گویا خیلی خوشگلند، وگرنه دیگر کی به دیدنم می آید؟ تو که رفته ای به دور دورهات، از حیوانات گنده هم نمی ترسم. من برای خودم چنگال دارم. و با ساده دلی چهار تا خارش رو نشونم داد. سپس گفت: اینقدر طولش نده، حوصله‌ام رو سر بردی. تو تصمیم گرفته ای که بری، خب برو. زیرا نمیخواست که شازده کوچولو اشکایش را ببیند، از بس که مغرور بود.
شاز کوچولو به منطقه خرد سیاره های 325, 326, 327, 328, 329, 330 رسید. پس به یکی یک آنها سر زد تا هم سرگرم شود و هم چیزی بیاموزد. خرد سیاره اول جایگاه شاه بود. شاه با جامعی از مخمل ارغوانی و بر تختی بسیار ساده و در عین حال با شکوه نشسته بود. همین که چشم شاه به شازده کوچولو افتاد، به صدای بلند گفت: خب این هم رعیتی از رعایای من. و شازده کوچولو با خود گفت: مرا از کجا می شناسد؟ او که تا حالا مرا ندیده است. نمی دانست که دنیا برای شاهان بسیار ساده شده است و آنها همه مردم را رعیت خود می دانند. شاه از اینکه توانسته بود سرانجام بر کسی پادشاهی کند، باد به غبغب انداخت و گفت: بیا نزدیکتر تا بهتر ببینمت. شازده کوچولو با نگاه دنبال جایی می گشت که بنشیند، ولی شنل قاقم مجلل شاه هم همه جای سیاره را گرفته بود. ناچار همونجا ایستاد و چون خسته بود خمیازه ای کشید. سلطان به او گفت: خمیازه کشیدن در حضور شاه خلاف آیین است، من به تو اجازه نمیدم. شازده کوچولو شرم زده گفت: نمیتوانم جلو خمیازم را بگیرم، آخر من از راه خیلی دوری آمدم، هیچم نخوابیدم. شاه گفت: پس به تو دستور میدم که خمیازه بکشی. سالهاست که من خمیازه کشیدن کسی را ندیدم. خمیازه برای من از چیزهای تماشایی است. زود باش، باز هم خمیازه بکش، به تو دستور میدم. شازده کوچولو سرخ شد و گفت: آخر هول شدم، دیگه خمیازم نمیاد. شاه گفت: پس من به تو دستور میدم که گاهی خمیازه بکشی و گاهی هم من و من میکرد و به نظر میومد که مکدر شده بود. زیرا آنچه برای شاه اهمیت داشت این بود که حکمش بیدرنگ اجرا شود. نافرمانی را تحمل نمیکرد. او سلطانی دیکتاتور و خودکامه بود، اما چون مرد نیک نفسی بود دستورهای عاقلانه صادر میکرد. مثلا میگفت: اگر من به یکی از سردارانم دستور بدم که مرغ دریایی بشود و او فرمان نبرد، تقصیر از او نیست، تقصیر از من است. شازده کوچولو محجوبانه پرسید: اجازه هست که بشینم؟ شاه با جلال تمام گوشه دامن قاقمش را پس کشید و گفت: به تو دستور میدهم که بشینی. ولی شازده کوچولو تعجب میکرد، سیاره بسیار کوچک بود، پس شاه به چه چیز سلطنت میکرد؟ به شاه گفت: قربان، جسارتم را عفو بفرمایید، میخواهم از شما سوالی بپرسم. شاه با عجله جواب داد: به تو دستور میدهم که سوالی بپرسی. قربان، شما به چه سلطنت میکنید؟ شاه خیلی ساده جواب داد: به همه چیز. به همه چیز؟ شاه با حرکتی آرام به سیاره خود و سیاره های دیگر و ستاره ها اشاره کرد. شازده کوچولو پرسید: به همه اینها؟ شاه جواب داد: به همه اینها. زیرا او نه تنها سلطانی خودکامه بود که سلطان مطلق جهان هم بود و ستاره ها هم از شما فرمان میبرند؟ شاه گفت: البته، همه بی درنگ فرمان میبرند، من بی انضباطی را اجازه نمیدهم. چنین قدرتی شازده کوچولو را به شگفت آورد. اگر خودش چنین قدرتی میداشت و میتوانست در یک روز نه تنها 44 بار بلکه 72 بار یا حتی 100 یا حتی 200 بار غروب آفتاب را تماشا کند و لازم نباشد که صندلیش را از این سو به آن سو ببرد، چون از یاد سیاره کوچک رها کردهش اندکی دل افسرده شده بود، به خود جرأت داد تا از شاه درخواست مرحمتی کند. دلم میخواست که غروب آفتاب را ببینم، لطف بفرمایید به خورشید دستور بدهید که غروب کند. شاه گفت: اگر من به یکی از سردارانم دستور بدهم که مثلا پروانه از این گل به آن گل بپرد یا نمایشنامه‌ای به شعر بنویسد یا مرغ دریایی بشود، و اگر سردار دستور را اجرا نکند، من با او کدام مقصری؟
شازده کوچولو با لحن محکمی گفت شما مقصرید. شاه گفت صحیح است، باید از هر کس کاری را خواست که از او برآید. قدرت پیش از هر چیز متکی به عقل است. اگر تو به ملتت دستور بدهی که خود را به دریا بیندازند، آنها شورش خواهند کرد. من حق دارم که از آنها اطاعت بخواهم، چون دستورهایم عاقلانه است. شازده کوچولو که آنچه میپرسید هرگز فراموش نمیکرد باز گفت پس غروب آفتاب من چه میشود؟ تو هم به غروب آفتابت میرسی، من فرمانش را صادر خواهم کرد. منتها بنا به سیاست کشورداری منتظر میمانم تا زمینه کار آماده شود. کی آماده میشود؟ شاه اول به تقویم بزرگی نگاه کرد و بعد گفت ها بله، حدود امشب حدود ساعت 7:40 و آن وقت خودت خواهی دید که دستور من چطور اجرا میشود. شازده کوچولو خمیازه کشید، در حسرت دیدار غروب آفتابش بود. از این گذشته کمی هم کسل شده بود. به شاه گفت من اینجا دیگر کاری ندارم، میخواهم بروم. شاه که از داشتن رعیت به خود میبالید در جواب گفت نرو نرو، من وزیرت میکنم. وزیر چی؟ وزیر دادگستری، برای اینجا که کسی نیست تا محاکمه بشود. شاه گفت از کجا معلوم؟ من هنوز قلمرو پادشاهیم را نگشتم، خیلی پیر شدم، جا برای کالسکه ندارم و از پیاده روی خسته می شدم. شازده کوچولو که خم شده بود تا بار دیگر نگاهی به آن نیمه سیاره بیندازد گفت ولی من نگاه کردم، آنجا هم کسی نیست. شاه گفت پس تو می توانی خودت را محاکمه بکنی، این مشکل ترین کار است. محاکمه کردن خود بسیار مشکل تر از محاکمه کردن دیگری است. اگر بتوانی درباره خودت درست حکم کنی، معلوم می شود که حکیم واقعی هستی. شازده کوچولو گفت من هر جا که باشم می توانم درباره خودم حکم کنم، لازم نیست که حتما اینجا باشم. شاه گفت به گمانم در گوشه ای از سیاره من یک موش پیر هست. شبها صدایش را میشنوم. تو میتوانی این موش پیر را به پای محاکمه بکشی و گاه گاه به مرگ محکومش کنی؟ از این قرار زندگیش وابسته به عدالت تو خواهد بود، اما تو هر بار او را مشمول عفو قرار میدهی تا باز هم بتوانی محاکمهش کنی. آخر یکی که بیشتر نیست. شازده کوچولو جواب داد من دوست ندارم که کسی را به مرگ محکوم کنم، گمانم دیگر باید بروم. شاه گفت نه نرو. ولی شازده کوچولو که آماده حرکت شده بود نخواست سلطان پیر را برنجاند و گفت اگر پادشاه میل دارند که فرمانشان عیناً اجرا شود، می توانند دستور عاقلانه ای صادر کنند. مثلا به من دستور بدن که تا 1 دقیقه دیگر از اینجا بروم. گمان می کنم که زمینه هم برای این کار فراهم است. چون شاه جوابی نداد، شازده کوچولو لحظه‌ای مردد ماند، سپس آهی کشید و براه افتاد. آن وقت شاه با عجله فریاد زد من تو را سفیر خودم می کنم. قیافه بسیار مقتدرانه و با ابهتی به خود گرفته است. شازده کوچولو در راه با خود گفت این آدم بزرگ‌ها واقعاً که چقدر عجیبند. پایان قسمت اول.